سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحت مند باشین. امروز برتان طرز تهیه یک نوع فرنی را میگم که ما به این فرنی شیر، کاسترد پودر، آرد نشایسته و شیر غلیظ که شیرین است که به انگلیسی کندنس میلک میگه، از این مواد ما به فرنی اضافه میکنم. یک لیتر شیر به دیگ مندازیم. اگر شیر چرب باشه بهتر است که فرنی را خوشمزه می سازه و می مانیم که این شیر گرم شد و کمکی به جوش بیایم. شش قاشق غذاخوری پودر کاسترد با یک کاسه مندازیم و البته که ما از طعم ونیلیش گرفتیم. ای به هر طعم یا میوهیش هم از منگو، از استرابری، هر طعمش که دوست دارین میتونین که دی اضافه کنین و ما خواستم که می طعم ونیلیش بگیرم و ای را همراه شیر یخ خوب میکس کنین که امی پودر خوب قل شود. یک دو قاشق کارنستارش یا امی نشایسته را هم به این مواد اضافه میکنیم و ای را هم همراه از این شیر خوب مخلوط میکنیم. اگر شما دوست دارین که فرنی را خوب سخت بسازین مثل پودین واره، میتونین که از این مواد کاسترد پودر یا از مواد آرد نشایسته زیادتر اضافه کنین و این میتونه که فرنی را خوب سخت بسازه. شیره هم کم کم شور دادن بگیرین که زیرش نگیره. وقتی که دیدین که کمی به جوش آمد همین مواد بالاش اضافه کنین و ایره خوب همراه شیر میکس کنین، شور دادن بگیرین تا اینکه این مواد خود در بین شیر لختگک نسازه، همش یک جای میکس شوه. آله کندنس ملک اضافه میکنیم، امو شیر غلیظ که خود از این شیرین است مندازم و ایر خوب امرای از این مواد میکسش میکنم و بعدا میبینم که شیرینیش به چی اندازه است. اگر برابر بود خود دیگه ضرور نیست که بوره اضافه کنم، اگر کم بود میتونین که کم بوره هم اضافه کنین، نظر به مو اندازه شیرینی که خودتان میخواین. خب از من یک کمک شیرنیش کم بود، خواستم یک نیم گلاس بوره هم اضافه کنم که تا که شیرین بیایم. یک قاشق چای خوری ایل میده شده اضافه میکنیم
و یک سه قاشق هم از عرق گلاب که این فرنی را خیلی خوشبوی می سازد. دیگه دوامدار شور دادن بگیرین تا ای که امی مواد خود غلیظ بسازه و متوجه باشین بعد از ای که فرنی خود سرد کرد خود زیادتر غلیظ می سازه. به ای اندازه که دیدین که موادش غلیظ شده بود اما قدر کافی است، ما زیر دیگه خاموش می سازیم و بعد این را به یک ظرف می کشیم و میمانیم که یک کم خود سرد کنه. بعد از او بالایش پسته، بادام، گلاب، هر چیزی که دوست دارین میتونین تزیینش بتین و بعدا این را به یخچال بانین که خوب خود سخت و سرد بسازم. تشکر که ویدیو را تا آخر تماشا کردین. وقت خوش به همگیتان میخوام.